یه ورزشکاری که میخواد به اون حد آمادگی برسه باید مراحل مختلف بگذرونه. مراحل مختلف فقط ورزش کردن نیست، یه پروسه‌ایه که از روانش، تغذیهش، ورزشش، استراحتش و همه رو توی قالب قرار میده و این قالب باید تکمیل بشه تا یک ورزشکار از نظر روحی، روانی و بدنی بتونه به آمادگی برسه. آمادگی هم نمیشه سریع به دست آورد، باید این مرحله به مرحله این میکروسیکلا رو گذرون و به اون حدی رسید که خود اون فرد احساس کنه میتونه این حرکت رو و این کار رو انجام بده که اون مرحله راحتی نیست. تغذیه ها باید تنظیم بشه نسبت به اون میکروسیکلی که ورزشکار توش قرار میگیره، که میخواد یک پریود زمانی رو به یک سطح آمادگی نرمال برسه که بعد از اونجا دوباره بیس رو شروع کنه و مرحله بالاتر بره. باید رژیم غذایی فرق بکنه. رژیم وقتی فرق میکنه از نظر روانی، شما یک باری روی بدن شما اضافه میشه که این بار روانی هم باید توسط یک پزشک روانشناس که در کنار شما قرار میگیره اونم کنترل بشه و شما آرامش کامل داشته باشید. بعد از بحث تغذیه، بحث در واقع خواب و استراحته که یک ورزشکار باید ریکاوری کامل داشته باشه، واقعا از بحث اطرافش به دور باشه تا بتونه به اون حد آمادگی مورد نیازش برسه. اینو در نظر بگیریم، تا این حلقه ها کنار هم قرار نگیره یک ورزشکار نمیتونه از نظر بدنی، روحی، روانی و جسمی به اون حد آمادگی برسه. اکثر آسیبا زمانی به اتفاق میفته که ورزشکار از یک ناحیه‌ای حواسش پرت میشه و این آسیب به سراغش میاد، و یعنی ورزشکاری که به اون حد آمادگی است که توی اردوی تیم‌های ملی قرار میگیره، بدنی امکان آسیب دیدن سریعش خیلی کم.